دوستان و شنوندگان عزیز سلام و وقت شما خوش این قسمت دوم صحبتی است که سر آقای پل والکر میخوام باتون صحبت بکنم قسمت اولش را قبلا صحبت کردیم تصویر کلی دادم اینکه ایشون کی بودن کی سر کار اومدن چه نظریاتی داشتن و چه کار کردن حالا یه خورده بیشتر میشکافیمش ببینیم که چه کارهایی کردن و چه مصیبتهایی برای دنیا درست کردن آقای پول والکر با توصیه دیوید راکفیلر موقع بود که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا بود دیوید راکفیلر اومد بهش توصیه کرد که بیاد والکر را بذاره رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا با اینکه رفیق خیلی قدیمی کارتر که توی جورجیا هم با هم دوست بودن از قدیم برتلنس به کارتر گفته بود این کارو نکن چون من میدونم این چه نوع آدمی چه کارو خواهد کرد و باعث میشه انتخابات و ببازی که دقیقا همین اتفاق هم افتاد و اینها پول والکر شهرتی که به هم زده که همه جا ازش تعریف میکنن و قربون صدقش میرن میگن کسی است که موفق شد تورم را مهار کنه و کمر تورم رو تو دهه 70 دهه 70 میلادی 1970 میلادی تو آمریکا بشکنه تورم یا اینفلشن یه مقوله خیلی غامز و پیچیده است و من اینجا قصد تشریحش رو ندارم بخوام راجع بهش صحبت بکنم فقط حالا از خبری میگیم که تو دهه هفتاد تورمی پیدا شده و دهه هفتاد میلادی سال 1970 به بعد که یکی از دلایلش این بود که قیمت نفت رفته بود بالا یعنی در سالهای 1973 74 که نفت رو کشورهای تولید کننده نفت به بشکه چهار دلار می فروختن. از این تضاد و اختلافی که بین شوروی آن زمان و آمریکا بود استفاده میکردن بعضی از کشورها میتونستن یه نفسی بکشن و یه خورده سعی کنن این غارت و چپاولی که ازشون میشه رو کم کنند و اینها اومدن قیمت نفت رو از بشکه چهار دلار بردن به بشکه ده دلار بعد یه بار دیگه هم تو سالهای 1979 تا 1980 بود که نفت از بشکه 15 دلار رفت بالا گرونتر از بشکه 30 دلار شد و بعدش بقیه کشورهایی که تولید کننده کالا بودن حالا مس تولید میکردن آهن تولید میکردن اورانیوم تولید میکردن محصولاتی که کش... کالا منظورم کامدیتی تولید میکردن اونها هم در واقع اومدن به کشورهای نفتی تاثیر کردن و قیمت کالاهای خودشون رو بالا بردن و همین باعث شد که البته میگن یکی از دلایلش مقوله خیلی پیچیده تر از اینه که فقط در این خلاصش کنیم ولی به هر یکی از دلایلی بود که قیمت ها رفت بالا تو دهه 1970 و تورم پیدا شد و اینها مهمترین نکته به نظر من این بود که اون دهه هفتاد دهه 1970 میلادی دهه ای بود که جنبش های آزادی بخش جنبش های تصاوی طلب جنبش های که برای رفاه مردم بود در دنگوش و کنار دنیا اوج گرفته بود و رونق داشتن به طوری که حتی در خود آمریکا تو دهه 1970 سالی 300 تا اعتصاب بزرگ اتفاق می افتاد که مردم برای تأمین حقوقشون و به زندگی بهتر اعتصاب میکردن هدف در واقع اصلی پول والکر با کارهایی که کرد این بود که بیاد این موج آزادی خواهی و زندگی بهتر رو که در مردم پیدا شده بود در واقع این شکستشون بده و اونها را مجبور به عقب نشینی بکنه به خاطر همون داستانی که گفتم اتفاقاتی که در دهه 1970 افتاد، حتی پل ساموئلسون اقتصاددان معروف دانشگاه هاروارد مقوله‌ای را پیش کشید به اسم بحران دموکراسی. crisis of democracy که منظور از از بحران دموکراسی میگفت این بود که الان مردم یه طوری شدن که موقعی که میرن رأی میدن اون چیزایی که ما میخوایم بهش رأی نمیدن اسم اینو گذاشتن بحران ما یعنی طبقات حاکمه میخواستن به نظر ایشون چون مردم مطابق خواست طبقات حاکمه رأی نمیدادن و به خاطر منافع خودشون رأی میدادن اسم اینو پل سامرسون گذاشته بود بحران دموکراسی منظورم تو همچین فضا و همچین شرایطی بود که پل وارکر اومد سر کار ایشون همون که قبلا گفتم تو اوتی آیست 1979 بود که از طرف کارتر منصور شد به سمت ریاست فدرال رزرو آمریکا و تو سال 79 قیمت کالاهای مصرفی نسبت به یک سال قبلش 12 درصد رفته بود بالا بیکاری هم تو آمریکا اون سال 58 درصد بود که البته بیکاری درصد کمی نبود ولی از حد متوسط بیکاری تو دهه 1970 کمتر بود خلاصه بعد خود آقای پولوارکر موقعی که رفتن تو کنگره آمریکا و با نماینده ها و سناتورها صحبت میکردن این جمله دقیق ایشون هست که گفت ما باید کاری بکنیم که سطح زندگی مردم آمریکا ابرج امریکن اصطلاحی که به کار بود باید سطح زندگیشون بره پایین و دست به کار شدن تا همین کار را بکنن ایشون همونطور که قبلا گفتم اینترستیت بهره را انقدر بردند بالا که حداقل از،, از زمان جنگ داخلی و مخصوصا از سال 1857 به این طرف دیگه اصلا سابقه نداشت و اینها بهره بانکی که تو آمریکا بهش میگن فدرال فاند ریت این بهره است که اگر به برای خیلی کوتاه مدت بانک ها بخوان با هم پول قرض بدن اون بهره است که از هم دیگه میگیرند اینها این بهره بانکی موقعی که پول والکر اومد سر کار ده و نه دهم ده درصد بود بعد در آوریل 1980 این بهره رسید به 17.6 و شش دهم ده درصد که توی که قبلا اشاره کردم یک رکود دردناک اقتصادی تو آمریکا پیدا شد در ژانویه 1981 ایشون این بهره بانکی رو از اونم که بود بردن بالاتر رسوندنش به 19 درصد و باعث شد بسیاری از کارخونه‌ها و صنایع آمریکا ورشکست بشن بازار مستقلات خونه این چیزها که به خاطر اینکه گفتم بهره خونه کسی میخواست خونه بخره وامش ازش میگرفتن 16 درصد بود کسی نمیتونست کاری بکنه بازار مستقلات هم خوابیده بود بیکاری دردناکی پیدا شده بود تو آمریکا به خاطر همین که بهره اینقدر رفته بود بالا و بعد به اونم بسنده نکردن تو سپتامبر سال 1982 ایشون بهره بانکی رو رسوندن به 10 درصد بعد سال 1982 دو که شد تو ایشون از این کاری که کرده بودند یه خورده عقب نشینی کردن عقب نشینیشون هم به خاطر مردم اصلا نبود بخ... چون اصلا قصد ایشون این بود که سطح زندگی مردم رو ببرن بالا و مردم رو بدبخت و بیکار و فلک زده بکنن به خاطر خوابیدن بازار مستقلات هم نبود به خاطر ورشکستگی و بد شدن و خواه به صلاح افت صنایع آمریکا هم نبود بلکه دلیلش به طوری که خود آقای پول وارکر گفتن این بود که گفتن الان مکسیک در حال انفجار هست منظورشون چی بود؟ تو اون دهه مکسیک هم مثل خیلی از کشورهای آمریکای لاتین رفته بودن پول قرض کرده بودن و بعد چون ایشون هی بهره رو میبردن بالا و بالا و بالا پرداخت این وام ها مشکل شده بود دیگه نمیتونستن این کشورا پولشون رو بدن و پول ترسید که اگر مکزیک بیاد رو وام هایی که گرفته نکول کنه یا دیفالت کنه کل سیستم بانکی متلاشی میشه به هر به خاطر این بیکاری وحشتناکی که تو آمریکا تولید کردن کارگران تو آمریکا مردمی که کار میکردن و از طریق کار کردن زندگی میکردن از ترس بدبختی و بیکاری درجا زدن مخصوصا موقعی که دیدند ریگان در اوت 1981 اومد کارگران اعتصابی برج مراقبت فرودگاه را یهو گرفت همشون اخراج کرد که اصلا تا اون وقت سابقه نداشت که همچین اتفاقی بیفته در واقع گفتم که تعداد اعتصاب ها تو دهه 1970 تو آمریکا سال 300 تا اعتصاب بزرگ اتفاق می به خاطر همین موضوعی که گفتیم در دهه 1990 تعداد اعتصاب ها رسید به سال 80 تا الان هم که به زور سال 20 تا مثلا اعتصاب جدی تو آمریکا صورت میگیره و اینها بعد در واقع کاری که کردن رگان و آقای پول والکر به مردم گفتند یا باید به هر مزلت و بدبختی و فلاکتی تن بدید یا جاتون کف خیابون هست و باید برید کنار خیابون بخوابید این پدیده ای که به اسم بیخانمانی یا هوملس بودن ازش اسم میبرن تا اون زمان اصلا سابقه نداشت توی آمریکا ولی الان شما در هر شهر آمریکا که برید بزرگترین شهرهاش برید کوچیکش برید،, برید،, برید هر جا برید میبینید که یک عالمه آدم مفلوک و بدبخت از فرط همین شرایط بد اقتصادی و فشارهایی که بهشون اومده و سیاستهای اقتصادی که توی سالیان گذشته دنبال شده هیچ جایی ندارند و مجبور کف خیاب در واقع بی شدن و کف خیابون دارن زندگی میکنن بعد در واقع این مسئله که اینجا پیش اومد روشونم زیاد شد در واقع قدرت قلبی پیدا کردن و شروع کردن این سیاست ها را به سایر نقاط دنیا هم به اشکال مختلفی صادر کردن یعنی اومدن به کشورهای دیگه حالا چه کشورهای آمریکا لاتین بودن چه کشورهای دیگه در دیگر نقاط دنیا گفتن اگه ما میخوایم به شما پول قرض بدیم و وام بدید شما باید اول بیاید بازارهای خودتون را بازار داخلی کشور خودتون رو روی سرمایه و تجارت خارجی باز بکنید یعنی عملا بذارید سرمایه های آمریکایی و دیگر سرمایه های کشورهای این شکلی بیان و هر چقدر که خواستن و به هر شکلی که خواستند شما را بچاپند استثمار کنند و از طرف دیگه به این کشورها گفتن باید تمام اون مقرراتی چون اون سالها هنوز یه مقداری به هر حال مقررات و زوابتی بود برای اینکه کمپانی ها نتونن هر کاری دلشون میخواد با مردم بکنن یه خورد قوانین و ضوابطی وجود داشت که در واقع رایت حال مردم رو میکرد و در زم خیلی از کشورها هم میومدن به صنایع داخلی خودشون اعانه یا سوبسید میدادن بعد شرط گرفتن وام رو این جماعت تعیین کردن که باید این مقررات و سوبسید ها را از بین ببرید و در واقع میشه گفت که از اونجا این سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرالیزم متولد شد و همین نولیبرالیزم هست که در طی چند دهه گذشته تمام مردم دنیا را در گوش و کنار دنیا به فقر و بدبختی و مزلت و سرگردانی کشونده هیچ کس به آینده خودش امیدوار نیست هیچ کس نمیدونه که آیا چند وقت دیگه کار خواهد داشت یا نه هیچ کس نمیدونه اگر مریض بشه میتونه پول دوا و دکتر خودش بده یا نه چیزایی که اصلا در گذشته در آمریکا و در بسیاری از کشورهای دیگه سابقه نداشت اما یه نکته که ناگفته گذاشتم سر اسم وسط یا میدل نیم آقای پول بود که شما هر جا نگاه بکنید در تمام این مدایح و ستایشی که از آقای پولوارکر واکر میشه هیچ کجا یه دقت کنید ببینید اسم وسط یا میدل نیم ایشون را نمی نویسن و دلیل هم داره ولی به حال اسم وسط یا میدل نیم آقای پول بود آدولف مثل آدولف فیتلر و در واقع کاری که ایشون کردن در حق چه مردم آمریکا و چه مردم دنیا دست کمی از جنایت های هیتلر نداشت گفتم با این شخصیت هم آشنا بشید و بدونید چی شد چه اتفاقی افتاد که دنیا امروز به این حال و روز افتاده و چی شد که سیاستی به اسم نو در آمریکا و سطح جهانی پیدا شد که باعث فقر و فلاکت میلیون ها میلیون مردم در گوش و کنار دنیا و خود آمریکا شده در حال تا گفتاری دیگر شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.